شبحی سفیدپوش بخار مانند که شباهت به انسان داره یا انسانی با قابلیت عبور از موانع روح. این تصوریه که سالها در بین عوام از روح وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشه. همینطور تصور وجود دنیایی در ورای آسمانها، دنیایی معلق در بین زمین و آسمان و شاید بر روی ابرها، دنیایی متشکل از حداقل سه بخش، بهشت، جهنم و برزخ، تو یکی از طبقات افلاک. اینا تصوراتی بود که با سفر انسان به فضا و در نوردیدن ابرها باطل شد. هرچند این تصورات امروز بسیار کودکانه و بدور از حقیقت به نظر میرسه، اما جالبه که بسیاری از اونا ریشه در متون دینی داره و گاهی در آثار فلاسفه بزرگ هم دیده میشه، مثل مثل افلاطونی، و گاهی هم شکل‌های مدرن به خودش میگیره، مثل تئوری جهان‌های موازی. و جالبتر این که این تصورات هنوز هم علت و غایت انجام بسیاری از اعمال ما هستند. به راستی روح چیه و در کجاست؟ آیا عوالم دیگه جز این عالم مادی پیرامون ما با عنوان عوالم مابعد و طبیعه یا عالم معنا وجود داره؟ اگه شما هم با سوالاتی از این دست مواجهید، در دو برنامه پیش رو یه بازتاب همراه ما باشید. برای آشنایی با دیدگاه‌های علمی، فلسفی و دینی در این زمینه‌ها، من شاهرخ کوهستانی به اتفاق سایر همکارانم در بازتاب میزبان دکتر قاسم بیات، پژوهشگر دینی، و بهروز ثابت، دکترای تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه هستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه بازتاب. خیلی متشکرم از دعوت شما. اصولا این تصوراتی که ما داریم از روح، این که فکر میکنیم باید روحی وجود داشته باشه، این که ما فکر میکنیم باید عوالم دیگه‌ای وجود داشته باشه، از کجاست؟ آیا یک نیاز بشریه یا این که ریشه در جای دیگری داره؟ شواهدی وجود داره تو این زمینه؟ جان بیا در خدمت شما. من فکر میکنم این ریشه در تجربه شخصی افراد داشته در گذشته، یعنی دست همون انسانهایی که به صورت شکارچی یا جمع‌آوری مواد خوراکی از گیاهان و درختان زندگی میکردن، گاهگاهی در عالم خواب جنبه‌هایی از وجود خودشون رو میدیدن، یا جنبه‌هایی از آینده رو میدیدن، یا از گذشتگانشون که رفته بودن و اونها میدونستن اینها رفتن، میدیدن که به اونها این احساس رو میداد که حقیقت اونها نرفته. بقیه بر مبنای یک چنین برداشت‌ها و تجربیات شخصی ساخته شده. از اینجا باید شروع بکنیم. اگر این تصور درسته که یه تجربه مشترکی است که همه آدما دارن و بر اساس این تجربه مشترک ما به این نتیجه می‌خوایم برسیم که این واقعیت داره، این تجربه مشترک یک شکل واحد هم داره، یعنی همه تقریبا تصور میکنن که یک موجود سفید رنگ بخار مانندی، همینطور که گفتم، آیا اون هم حقیقت داره و اگر به هر حال ریشه ای از حقیقت داره یا نداره، اصلا از کجا ایجاد شده های حساب؟ به نظر من فکر نمی کنم این مسئله این که به صورت یک شبحی دیده شده، این بیشتر برمیگرده به داستانهای تخیلی و در حقیقت روح اونطوری که ما در فلسفه و دین بحثش شده هیچ گونه وجود مادی نمیتونه داشته باشه، هیچ گونه جلوه مادی نمیتونه در این عالم داشته باشه، ولی اینکه چطور با تجربه انسانی آمیخته بوده، ببینین از اون زمانی که من یادم یک فیلمی خیلی مشهور شد چند سال پیش به اسم اودیسه 2001، اودیسه 2001 که استنلی کوبریک کارگردانی کرده بود، که در اول این فیلم یه عده از این میمون‌های پیشرفته رو نشون میداد که اینا در حال بازی کردن بودن، یعنی زندگی میکردن و با هم اعمالی رو انجام میدادن، بعد یک از اینها در حقیقت یک استخوانی رو پیدا میکنه و بعد اینو پرتاب میکنه به فضا و از اونجا داستان میاد به 2001 که نشون میده یک سفینه فضایی داره میره به سمت یک مأموریت برای کره مارس. و در حقیقت حالا اگه بخوام این رو به نوعی بررسی بکنیم، من فکر میکنم از همان زمانی که انسان اون انداخت به هوا و از اون زمانی که استفاده از ابزار رو فرا گرفت، اون زمانی که آتش رو اختراع کرد، اون زمانی که بین خودش و حیوان فاصله قائل شد و اون زمانی که پایه‌های تمدن رو ریخت، از همون زمان پی برد که در وجودش چیز دیگری هست که در طبیعت نیست، در حیوان‌ها نیست
و همون رو ما روح میگیم. یه فرض خطرناکی رو دارید میزه دای سالی که میگی در اون مقطع به این پی برد، به این رسید که چیز دیگری هست. چه شاهدی داریم، چه شواهدی داریم که یه همچین چیزی رو پی برد؟ ببینید منظور من اینه که پی برد منظورم اینه که از زمانی که انسان بین خودش و طبیعت فاصله قائل شد و تمام اساس تمدن و اون چیزی که ما به اسم تمدن انسانی مینامیم با تمام اختراعات و اکتشافات، با تمام نقاشی هایی که روی دیوارها کشید، روی غارها کشید، با تمام این که از خودش سعی کرد میراثی باقی بذاره برای آیندگان، و از همان زمانی که تاریخ نوشته شد، ببینید شما وقتی به حیوانات نگاه میکنین تاریخ ندارن، ولی از اون زمانی که انسان تاریخ دار شد، تمام اینها به نظر من پدیده هایی هستند که دال بر وجود روح هست. شما بس میفرمایید دال بر وجود روح هست، ولی لزوما از اینها، اینکه من موجودی هستم سوای از حیوان، موجودی هستم و سوای از نبات، معنیش این نیست که لزوما همراه با روح باشه، یعنی من یک چیز دیگری هستم. بله، اینو خب در آثار فلسفی و دینی، در قالب آثار فلسفی و دینی به این معنا تعبیر شده. آه، یعنی تفاوت انسان و حیوان رو شما میگید که ما با روح مشخص، با روح مشخص میکنیم، و اون چرا که اسباب پیشرفت جام به اون چیزی که تمدن ساز بوده و اون چیزی که تاریخ ساز بوده. بله، اینو میتونیم ما دنباله بگیریم، یعنی از ابتدایی که ما میبینیم تاریخ بشر شروع میشه، مثلا انسان همیشه مرده خودش رو به خاک سپرده. البته رسم های دیگه ای بوده، مانند اینکه روی درختی بگذارند که گوشتش خورده بشه و غیره، ولی عموما به خاک می سپردند، یعنی اینکه یک اهمیتی این جسم داشته که به خاک می سپردنش. بعد می بینیم آهسته آهسته تبدیل به مراسم به خصوصی برای خاک سپردن میشه. مثلا اهرام ثلاثه مصر با اون عظمت روی این فلسفه بنا شده که قرار هست جسد بزرگانشون رو نگهداری بکنن، حتی مومیایی میکردن جسد همه رو به خاک میسپردن. در تمدن‌ها و فرهنگ‌های مثل چین مثلا همین رو میبینیم، در تمدن هندو نوع دیگرش رو میبینیم. پس یک چیزی از تجربه اونها بهشون میاموخته که همونطور که جناب دکتر فرمودن، انسان چیزی هست که بقایی ورای این وجود جسمانیش داره. منتها تناقضی که میبینیم این هست که ظاهراً در اون زمان روح رو با جسم ملزم میدیدند، یعنی اینکه یک جوری باید جسم و روح کنار هم باشن. این که اینها رو از هم تفکیک بکنن و جدا بکنن پدیده است که بعداً کمی بعد پیدا شده. مثلا فرض کنین علت مومیایی کردن این بود که خیال میکردن جسم ضروری هست برای حقیقت انسانی که روح باشه، یا مثلا در باور هندو که اتمان باشه، یعنی فکر میکردن لازمه. مثلا میبینیم در چین میومدن و بزرگانشونو با تمام امکاناتی که داشتن، ثروتی که داشتن به خاک میسپردن. پس فرض بر این بوده که روح با جسم با هم توامان هستند، در مرگ باید جسم حفظ بشه تا مجدداً روح بتونه از اون در یک آینده‌ای که اون رو به یک آینده طولانی تری واگذار میکردن که بعدها به عنوان قیامت و رستاخیز و بقیه مرسوم شد گذاشتن، ولی تصور جدایی بعد از اون هست که اومد. خب اصلا تکریم جسم نشانه وجود روح نیست، یعنی اتفاقاً شاید چون باور بر روح نداشتن جسم رو اینقدر تکریم میکردن، اینکه حتما با مراسم خاصی به خاک میسپردن یا سعی میکردن با مومیایی حفظش بکنن، برای اینکه چیزی ورای از جسم تصور نداشتن. همه ی احترامی که رو قائل بودن به همون جسم بود، فکرم میکردن با تلاشی جسم دیگه اون ارزش از بین رفته. اون معمولا به دوره‌ای برمیگرده که فکر میکردن که روح نیاز به جسم هم داره. فرهنگ هایی که احساس نکردند که روح نیاز به جسم داره، گرچه جسم رو تکریم کردن ولی برای نگاهداریش تلاشی نکردن. مثلا در فرهنگ هندو شما میبینین جسد رو میسوزونند، یا در فرهنگ آریایی خود ما، فرهنگ زرتشتی ما، اجساد رو میگذاشتن تا بالکل این گوشت و پوست و استخوان و همه از بین بره. پس ببینید صحبت از این نیست که این دلیلی بر اینه، عرض کردم که این شاهدی است و تجربه ای که اونها رو قانع میکرده که باید چیزی ورای حیات مادی وجود داشته باشه. شما این رو به عنوان دلیل نمیتونید بگیرید، ولی به عنوان شاهدی به تجربه اونها میتونید بگیرید. من از خود شما باز به خاطر اینکه با توجه به اون چه که
روح جمعی بود در پذیرش اینکه یه چیزی وجود داره، قبول کردید که باید روح مثلا وجود می‌داشته، اول صحبتاتو فرمودید، یعنی به اون روح جمعی اعتبار می‌بخشید شما. همون روح جمعی تصوری از روح داره که آقای ثابت میگن نه غلطه، اون تصور غلطه. چه اعتباری داره که ما یه همچین تصوری از روح داریم؟ فکر میکنیم یه شبح بخاری سفید رنگیه. شاید بین ملل مختلف این شبح خیلی فرق میکرده. این هست که حالا من دیگه کاری ندارم سفید بوده سیاه بوده، نمیدونم مثلا افریقایی ها آیا روحشون رو سفید میدیدن یا سیاه، این رو من مورد مطالعه شخصی قرار ندادم. چیزی که داشتم عرض میکردم این بود که تنها محک این که ما ببینیم چرا اینها این کارو میکردن باید بر مبنای تجربیاتی باشه که این ملل در گذشته داشتن، و بعد اگر به صورت فردی درش بیاریم، یکی از اونها می نشست و به خودش نگاه می کرد، از دوران کودکی که کودکی بوده آهسته آهسته بزرگ شده، جوان شده، پیر شده، بعد از خودش این سوال رو می کرد که من کی هستم؟ من کیست؟ این سوالی هم هست که عرفای ما همیشه از خودشون می پرسیدن، و به این نتیجه می رسید که من نمی تونه این جسمی باشه که یک وقت کودک بوده، بعدن جوان بوده، بعد پیر شده و بعد از بین خواهد رفت. از این جهت هست که داشتم عرض می کردم این تجربه هم شخصیست هم جمعیست، و نتیجه کلی این بشر رو به اینجا رسون که او ورای این جسمی هست که به این عالم میاد، مدتی زندگی میکنه و جسمش به خاک برمیگرده. پایی دوید این من یا اون چیزی که شما گفتید فصل تمایز حیوان از انسان که به شما اطلاق روح داشتید، میشه اسمشو گذاشت عقل. عقل که تعریف های مشخصی داره و تقریبا الان کشف شده که 95% لااقل همه اون چیزی، اون 5% هم نه که لزوما بخوایم به ماورا و طبیعه نسبتش بدیم، هنوز معلوم نیست، اما 95% اون چه که داره اتفاق میفته به عنوان عقل در مغز انسان داره صورت میگیره، یعنی در یک جسم، در یک ماده. و باز هم اون چه که شما به عنوان فصل تمایز قائلید پیشرفته ترش رو در واقع انسان داره، یعنی ما نشانه هایی از عقل رو، نشانه هایی از چیزی که در اون اتفاقاتی که در مغز میفته رو در حیوانات هم داریم. چرا شما یه چیزی خارج از دنیای ماده براش تصور قائلید؟ ببینید هم یه مطلبی اول در ارتباط با اون ها، این که چرا این تصورات در مورد روح به وجود اومده، ذکر کنم که اصولا چون روح و بسیاری مسائل دیگه شبیه اون مسائلی هستن انتزائی و در نتیجه انسان چاره ای نداره جز این که براش یک تصورات سوری جسمانی در نظر بگیره، و این هم از اون قبیل بوده، مثلا شبح و امثال اینا. اصولا بعضی وقت جان، روح به جان تعبیر شده، یعنی همون که در به انسان رو حیات بخشیده. بعضی وقت به نفس، همین که میگن نفس آخر رو کشید، یعنی روح از بدنش خارج شد، همون نفس نفس، و یا یعنی اینکه خداوند نفسش رو در انسان دمید و انسان خلق شد. و اینا همه سمبول هاست، نماد هاییست که استفاده شده در آثار دینی و فلسفی. خب البته مطابق دوباره دیدگاه بسیاری از دیدگاه های فلسفی و دینی و حتی علمی، عقل هم از قوای روح محسوب شده، و البته ما معتقدیم که روح با جسم در ارتباطه، و در حقیقت مغز ابزاری است که توسط روح به کار میره، محملی است که قوای عقلانی که توسط روح بر انسان غالب هست اونها رو ظاهر میکنه، و اینها در رابطه دو جانبه هستن، یعنی یک نوع رابطه ارگانیک بین اینها هست. البته این بحثای بسیار بسیار دقیق علمی و فنی میخواد که شاید واقعا در برنامه ما وقت رسیدن به اونها نباشه، ولی اصولاً دو گونه دیدگاه در مورد رابطه جسم و روح بوده. یک رابطه این بوده که اینها رو کاملا از هم جدا کردن و تصور بر این بوده، یعنی یک دوئیت، یک سنویت، و تصور بر این که بوده که روح درست مثل راننده است که در پشت یک ماشین میشینه و این ماشین رو به حرکت میبره. نوع دیگه رابطه رو بین اینها برقرار میکنه، یعنی روح و جسم دائم در ارتباط متقابلن و رابطه ارگانیک در حقیقت اینجا برقرار بین این دو نیرو. حالا چطور شده که یک پدیده غیر مادی میتونه نورون ها و
اجزای مادی رو به حرکت در بیاره خودش از اسرار علم و یا اسرار فلسفه هست که بایستی ما به مرور به اون برسیم. ولی یه نکته رو من فقط در اینجا به شما عرض میکنم که مهمترین، حتی این مطلبی است که روانشناسان مادی هم که به مسائل مثل روح، یعنی میدونی که اکثر روانشناسان امروز تقریبا مسئله روح رو کنار گذاشتن، ولی یک نکته‌ای که بهش اذعان دارن و اون این است که بزرگترین معمای علم روانشناسی و شاید از یک نگاه دیگه، از نگاه کلی علمی، بزرگترین معمای علم بهش میگن مسئله کانشسنس است، یعنی همون آگاهی. آگاهی به چی؟ آگاهی به محیط خارج، آگاهی به پدیده‌های هستی و از همه مهمتر آگاهی به وجود خود، آگاهی به نفس خود، اون چی که فلاسفه اسمشو گذاشتن شناخت نفس و یا فلسفه وجود امثال اینا. به این سوال هنوز هیچ کی نمیتونه جواب بده که ریشه کانشسنس در کجاست، این کانشسنس چطور پدیدار میشه، این سلول های مغز چطور قادرن پدیده ای کاملا ابسترکت و سابجکتیو مثل کانشسنس رو به وجود بیارن. این بحث رو ادامه میدیم. شما با راه‌های تماس با برنامه آشنا بشید، برمیگردیم و در مورد این مسائل بیشتر صحبت میکنیم. بینندگان عزیز، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. راه‌های تماس با بازتاب، ایمیل bazhtab@bahaiview.org و تلفن 201-202-747-3700. همچنین در صفحه فیسبوک بازتاب می توانید جز ابراز نظر از آرشیو برنامه هم استفاده کنید. وبسایت تلویزیون آینه بهایی www.bahaiview.org. بحثمون رو در مورد روح و عوالم بعد ادامه میدیم با این سوال که اگر که همینطور که فرمودن هیچ فلسفه‌ای، هیچ نظریه علمی جوابگوی این که این من، این آگاهی، این کانشسنس کجاست رو نمیده، آیا در واقع ما از طریق برهان خلف براش یه جوابی، یعنی گفتیم چون هیچ کدوم اینا نیست پس باید یک چیزی باشد که جوابگوی این نیاز ما باشه، جوابگوی این سوال بدون جواب ما باشه و در واقع ما اینو فعلا خلقش کردیم برای اینکه این نیازمون رو برطرف بکنیم؟ به یه عبارت دیگه من پاسخ شما میدم و اون پس که در هر لحظه از حیاتمون و در آینده در حیات بشری ما بر مبنای اون چه که میدونیم میایم پاسخی برای خودمون میابیم. این پاسخ درباره روح بله اینطوریه و این پاسخ شاید 100 سال آینده، 1000 سال آینده، چند هزار سال آینده عوض خواهد شد. این به معنی اینکه این کاملا ساخته شده نیست، بلکه این به معنی نتیجه و مجموعه تمام تجربیاتی است که ما از این موضوع داریم و تفکری است که از این موضوع داریم و این خودش رو به اون صورت عرضه میکنه در حال حاضر. بله. سوای از جسم مفهوم مستقلی به اسم روح وجود داره؟ بله دیگه. ببین من به این صورت میتونیم مطلب رو بیان بکنیم که عالم هستی اصولاً بر میتونیم بگیم بر دو بخش تقسیم میشه. یک بخشی دنیای ملموسات، دنیای مادی، دنیایی که به چشم میاد، دنیایی که تجربه میشه، دنیایی که مشاهده میشه، دنیایی که من و شما داریم در این زندگی میکنیم، دنیایی که عرفا بهش میگن عالم ناسوت و امثال اینها. ولی یک دنیای دیگه هم هست به اسم دنیای معنی، دنیای درونی. اگر به نوعی اگه بخوایم دنیای خارج، دنیای مادی رو دنیای خارج بذاریم، دنیای درونی یعنی همون چیزی که در درون انسان میگذره، تمامیت افکار، تمامیت احساسات، تمامیت اون چه که در حقیقت وجود روحانی و یا وجود عقلانی و یا نفس ما رو تشکیل میده. و اصولا بر این اساس بریم جلو که این عالم بر این بر روابط ضروریه یا بر روابط متقابل بین عالم جسم و عالم ملکوت و یا عالم ماده و عالم روح، در رابطه متقابله، در این حالت میتونیم بگیم که روح وجود مستقل داره. در اصل حتی میتونیم بگیم بر اساس بعضی از دیدگاه‌های دینی اساس عالم دنیای معنیه، اساس عالم دنیای روحه،
و این دنیا و عالم جسم دنیای سایه هاست و دنیایی است که وابسته از حیاتش به عالم معنا. حتی افلاطون هم که شما در مقدمه بهش اشاره کردین، در اون داستان غار بهش اشاره میکنه که یه عده زندانی در یک غار نشستن و یک آتشی در بیرون هست و اون نور به صورت سایه ها در مقابل این هاست و اینها واقعیتی است که اینها میبینن، در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. ما فقط سایه ها رو میبینیم. حتی علمای فیزیک به این مطلب برخورد کردن که در حقیقت اون چی که در عالم اتم میگذره بعد از فیزیک مکانیک فیزیک جدید قرن بیستم، در حقیقت تشبیهش کردن به دنیای سایه ها، دنیایی است که از رابطه نور و انعکاس نور و در حقیقت تفکر کسی که داره آزمایش رو مشاهده میکنه، اون سایه ها شکل پیدا میکنن. و علما به این معتقد هستن که واقعا ما نمیتونیم به عالم معنا پی ببریم، به اون چی که ذات اشیا رو تشکیل میده پی ببریم. این مطلبی است که البته در فلسفه خیلی روش بحث شده، ولی حتی علمای فیزیک جدید هم میخوام اینو بگم که به این مطلب کاملا پی بردن. مثلا شرودینگر که یکی از بنیانگذاران تئوری کوانتوم هست و برنده جایزه نوبل شد، میگه که من به صراحت میتونم بگم که اون چی که ما در جهان مادی میبینیم چیزی نیست جز یک نوع دیدگاه عرفانی و اینکه ما با واقعیت هستی در تماس نیستیم، بلکه با سایه ها و انعکاسات اون در تماس هستیم. اگر که سوای از جسم مفهومی وجود داره، آیا بدون این جسم اصلا مفهومی داره این سایه؟ یا هر دو هستن یا هر دو نیستن؟ آیا رابطه ی روح همینه؟ به نظر من اینطوری نیست، ولی الان خدمتتون توضیح میدم. اجداد ما همطور که جناب دکتر فرمودند، عالم رو به صورت عالم مادی و عالم مینوی میدیدن که عالم مینوی در عربی همون معنوی بهش میگیم و تصور چنین چیزی بوده. و بعد میبینیم که همون تفکر بعد به صورت عرفان اسلامی ایرانی که در میاد، خیلی به صورت ساده این عالم رو عالم عرض میدونه، یعنی تصادف، و عالم حقیقی رو عالم مینوی میدونه، عالم معنوی میدونه. و بعد در مثال این عالم رو مثل موجها میدونند و عالم معنوی رو مثل خود دریا. یعنی این یک فقط یک پدیده است که ما در حال دیدنش هستیم و عالم مینوی کاملا ورای روح هم هست. روح یکی از حقایق موجود در عالم مینوی است. یعنی روح تنها چیزی نیست که معادل آدم مادی ما داریم میگیریمش. روح یکی از حقایقی است که در عالم مینوی وجود داره. و عالم مینوی رو اگر واردش بشیم، تا اونجایی که به مسئله روح مربوط هست، ما روح رو مخلوق حق میدونیم. یعنی در وقتی که یک نطفه تشکیل میشه، یک روح هم برای اون خلق میشه، ولی اون نطفه ممکنه از بین بره و تمام بشه، اصلا به هیچ مرحله هم نرسه، از چند سلولی هم تجاوز نکنه. ولی روح که مکانش عالم مادی نیست، چرا که مکان روح در عالم ملکوت هست، که عالم ملکوت هم یکی از تعابیر تقسیماتی هست که در عالم مینوی وجود داره. روح به حیات خودش که حیات مینوی است، به حرکت خودش ادامه میده. و تو اونجایی که به عالم مادی مربوطه، برداشت خود من از همه تئوری کوانتوم این هست که ما جز انرژی چیزی نمیبینیم، جز انرژی چیزی نمیدونیم. یعنی یه وقتی بود که در سالهای اول دبستان یا دبیرستان به ما آموزش یک اتم رو میدادن و ما خیلی مکانیکلی بهش فکر میکردیم، مثل منظومه شمسی و ذرات. ولی بعدها دریافتیم که یک چنون تصور مکانیکی خود اون یک پدیده‌ای هست، یک پدیده دیگه رو برای ما بخواد توضیح بده. در حقیقت چیزی نیست جز انرژی. پس عالم مادی چیزی نیست جز انرژی و عالم مینوی عالمی است که ورای این عالم انرژی است. ولی وابستگی علت و معلولی پس وجود داره اینجوری که شما میگید؟ یعنی علت وجود روح خلق یک نطفه مادی است. به یه تعبیری علت روح ماده است و گذشته از اون شما اصلا روح رو دارید حادث تلقی میکنید، درسته؟ روح حادثه. عرفای ما و یک گروه فراوانی معتقد به قدمت روح بودند. لااقل من در باور بهایی خودم روح رو هم حادث میدونم،
از زمان خلق یک نطفه، ولی به این معنی نیست که روح بدون نطفه هم نمیتونه به وجود بیاد. یعنی همون قدرتی که روح رو خلق میکنه تا به عنوان فرماندار این نطفه‌ای باشه که بسته شده، همون قدرت میتونه روحی رو خلق بکنه که حتی نطفه‌ای هم در رابطه با او نباشه. بنابراین به هم ارتباط دارن ولی ضروری نیست. آقای صادق. بله ببینید، هم در ارتباط با همین مطلبی که اشاره فرمودن، اتفاقا یک دانشمند انگلیسی هست جینز که هم ریاضیدان بود هم فیزیکدان، این میگه که ما هر چه بیشتر داریم تحقیق میکنیم میبینیم که حالت مکانیکی عالم کمتر داره میشه و ما داریم به سمت یک جهانی میریم که در که بیشتر و بیشتر به جای اینکه شبیه یک ماشین بزرگ باشه، شبیه یک فکر عظیم درست به نظر میاد. نکته من اینه، آیا شما هم تایید میکنید که روح نه. با تعلقش به جسمی که به وجود میاد اولا حادث، زانیان وابسته به وجود جسمه؟ بله ببینید، وجود جسم لازمه برای اینکه روح قوای خودش رو ظاهر بکنه. این به درست مثل این چراغی که لازمه تا انرژی الکتریکی رو بتونه از خودش منتقل بکنه. اصولا در عالم هستی بر این اساس هست که هر پدیده معنوی نیازمند یک محمل مادی و جسمانی هست که قوای خودش رو ظاهر بکنه. این اصلا جزو اساس خلقته. حالا ریشه این چیه و چطور هست و اینها، اون خودش نکته خیلی بحث جالب تریه. پس ممکنه یه نفر این سوال بکنه که پس اگر جسم لازمه که قوای روح رو ظاهر بکنه، پس جسم اصله و روح فرع میشه. و اینجاست که درست برعکسه، روح اصله، هر چند که ما با جسم ارتباط مستقیم تری داریم، ولی دقیقا اون امتحان حیات اینست که از این ارتباط مستقیم با جسم بگذریم، درست مثل همون زندانیان غار، و بتونن حقیقت رو ماورای این سایه ها ببینن. اتفاقا همین، اینجا موزه رو مشخص کنید. شما دارید میگید روح قدیمه، تعلقش به جسم برای اینکه قواش آشکار بشه حادثه، یعنی این تعلق حادثه، یعنی اینکه در یک زمانی به این عالم میخواد قواش رو نشون بده، در قالب یک جسم نشون میده، اما اصل روح قدیمه. نه برجب قدیم و جدیدش الان من صحبت نکردم، صرفا خواستم بگم نقشی رو که جسم در منعکس کردن قوای روح داره خواستم توضیح. خب همین، اصلا قدیمش رو کار نداریم، قبل از جسمه، جسم عامل نشون دادنشه، قواش رو آشکار کردنه، درسته؟ بله. ببینین در آثار بهایی به این معناست که جسم به خاطر ترکیبات وجودی اون قابلیت رو پیدا میکنه که مثل مغناطیس قوای روح رو جذب کنه. بله. عرض کنم که فلسفه خلقت تا اونجایی که من متوجه میشم به این صورت هست که اون قادر مطلق که اراده کرد حقیقت انسان رو خلق کنه که روح ما باشه، یا به فارسی روان میگیم، چون جسم که همون تن میشه، جان که قوای حیاته که در همه طبیعت وجود داره، و بعد روان که ویژگیست. چون روان رو خلق کرد، روان رو به خاطر عشق خودش خلق کرد، و عالم هستی برای تربیت این روان هست که روان رو شایسته رسیدن به بارگاه خودش بکنه. بنابراین این روح هست که اصلیست و جسم فقط وسیله‌ای هست، و در این آثار هست که این عالم به عنوان یک مدرسه به حساب میاد. یعنی این عالم مادی، این عالم جسمانی و جسم ما عملاً مثل مدرسه است که سبب تربیت روح ما میشه، و روح ما یا روان ما باید اون خصائل و ویژگی‌هایی که ما به اینها ویژگی‌های انسانی میگیم یا خصائل انسانی میگیم، مثل عشق و برادری و برابری و محبت و عدالت و شفقت و غیره، این خصوصیاتی است که روان ما باید در اون آموزش ببینه، و این عالم هستی وسیله است برای انجام اون. حالا هر چقدر این عالم هستی بهتر بشه، کاملتر بشه، متوازن‌تر بشه، صلح‌آمیزتر باشه، پیشرفت‌های مختلف درش پیدا بشه، اون تربیت رو تسریع میکنه. به هر حال در یه مقطعی داره روح به جسم تعلق میگیره، روح به عالم مادی
وارد میشه، جلوه هاش رو میبینیم، قواش آشکار برای میشه. همین قدیم نیست. خب چرا ما احضار روح رو نمیتونیم یک تعبیر هم چیزی داشته باشیم؟ یعنی فکر کنیم که یک بار دیگه روح در قالب نشون دادن تواناییش در عالم بشر، در اینکه به جسم تعلق بگیره، حالا حلول در جسم دیگری بکنه، یا اینکه در قالب حرکت این لیوان خودشو آشکار بکنه، یک بار دیگه به وجود بیاد. بر اساس باورهایی که من دارم و تصوری که من از روح دارم که بیشتر از آثار باهایی سرچشمه میگیره، روح دخول و خروج بر روح بر بدن صورت نمیگیره. رابطه روح با جسم در آثار باهایی به این معنا تشبیه شده که روح مثل فیض آفتابه که بر یک آینه بتابه. در آینه اگر شما تمام سلول‌هاشو بشکنین و سعی کنین پیدا بکنین، آثار نمیتونین ببینین، فول به اصطلاح فوتون‌های نور رو، اما منعکس کننده روحه. در بر همین اساس هم هست که وقتی که فلان عالم مادی قرن 19 هم گفت من با مقراض جراحی هرچی بدن رو گشتم چیزی از روح ندیدم، به خاطر این بود که این تصور بود که جسم وارد روح وارد میشه و در خارج میشه. این تصور در آثار بهایی نیست، بلکه انعکاس فیض نور در آینه است. و یا مثل به نوعی شما مثلا اگر یک درخت رو، هدف یک درخت یک گیاه چیه؟ هدفش این است که میوه بده، به نتیجه برسه. ولی نتیجه و هدف یک درخت رو شما در سلول‌های اون درخت نمیبینین، حتی قطعش هم بکنین نمیبینین، ولی یک نوری، یک انرژی در اون در جریان هست که اون رو به میوه میرسونه. وجود روح هم در تقریبا میتونیم بگیم در انسان به این معناست. به علاوه این که روح به نظر من بایستی یکی از دلایل شک فلسفی در مورد روح به خاطر وجود همین خرافاتی بوده که در ارتباط روح به وجود اومده، و ما بهتره که بحث روح رو از این خرافات جدا بکنیم و روح رو اساس عقل بدونیم و اساس تمدن سازی، همونطور که ایشون اشاره فرمودن که اون چی که ما الان در این عالم داریم و اون چی که تاریخ ما رو میسازه و تمدن ما رو میسازه همه از قوای روح بوده. در حقیقت تمدن سیر دینامیک روح بوده در عالم هستی. هرچی که نگرش ما نسبت به علم و عقل در واقع رو به جلو میره، ما نسبت به گذشته فکر می‌کنیم خرافاته. چرا ادیان اصرار بر وجود امری خارج از ماده دارن؟ چرا انسان رو سوای از اعضا و جوارح تشکیل دهندهش میدونن؟ چه جوری میشه به این باور رسید که روح وجود داره؟ یا به عبارتی آیا روح اثبات پذیره؟ یا فقط یه باور خرافی و در بهترین شکلش یه جواب از روی ناچاریه که بدون استدلال و بر اساس برهان خلق باید قبولش کرد؟ آیا مرگ پایان کار جسم و روحه؟ یا به تعبیر همه ادیان ماجرا هنوز ادامه داره، مثل تناسخ و برگشت مجدد برای تعیین تکلیف و رسیدن به همه جزای اعمالی که در دوران زندگیمون داشتیم در محکمه الهی و رفتن به بهشت یا جهنم و یا حرکت به سوی عوالم لانهایی دیگه؟ دیدگاه دیانت بهائی چیه؟ آیا حرف جدیدی در این زمینه ها داره یا همون الگوهای سابق رو پیروی میکنه؟ همچون برنامه قبل در جستجوی جوابهایی هستیم برای سوالاتی از این دست، و من شاهرخ کوهستانی به اتفاق سایر همکارانم در باستاب، میزبان دکتر قاسم بیات پژوهشگر دینی و بهروز ثابت دکترای تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه هستیم. به برنامه باستاب باز هم خوش آمدید. خب حالا دیگه وقت اونه که تکلیف رو مشخص کنیم. بالاخره دید بهائی برداشت شما اینه که روح چیست؟ از دیدگاه بهائی روح این هست که همونطور که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، روح اساس حیاته و اون و دلیلی است که انسان به خاطر اون زندگی میکنه، و ارتقای روح و تعالی روح در این عالم هدف حیاته. و عالم جسم و تمام عوالم مادی و تجربیات مادی انسان زمینه‌ایه برای تعالی روح، دبستانیه برای تعالی روح، برای اینکه روح انسان ترقی بکنه. و روح هست که تمام این تمدن، اختراعات و اکتشافات، تمام اون چه که انسان رو از عالم وحش، از عالم حیوان جدا کرده و تاریخ سازش کرده و تمدن سازش کرده، اینها همه از آثار
روحه، روحه که به انسان، به زندگی هدف میده، روحه که به این زندگی معنا میده، روحه که اساس حیاته، روحه که پایه اخلاقه، روحه که اساس فداکاری ها، جانبازی ها و تمام تلاش های انسانی است که در این عالم صورت میگیره. اگر روح نبود انسان به عالم وحش برمیگشت و اصلا عالم از هم میپاشید، چرا که روحه که به کلیت عالم معنا داده. یعنی همه اینا که شما گفتید عوارض روحه، تعریف مشخصی برای خود روح ارائه نمیشه. بله، ببینید تعریف روح رو همونطور که اشاره کردیم اصولا در مباحث علمی و فلسفی، مباحث یا مفاهیم انتزاعی هیچ وقت تعریفی به اون صورت نمیتونن داشته باشن. تعریفی که ما میکنیم از مفاهیم انتزاعی عبارت است از تعریفی که قوا و کمالات و ظهورات و نتایج و آثار یک پدیده ای رو کنار هم میذاریم و بعد به اون نتیجه میرسیم که خب اسمشو میذاریم روح. همینطور حتی در علم هم مباحثی مثل نور، مباحثی مثل انرژی و سایر مباحثی از این قبل هم، و یا حتی علمای مادی تعریف دقیقی از ماده هیچ وقت نتونستن بدن، بلکه یه سلسله قوا رو برشمردن و گفتن ما وقتی اینها رو کنار هم میذاریم بهش میگیم ماده. بعد که البته در تفکر مادی یه خورده پیشرفته تر شد، بعد از قرون 17 و 18 دیدن که دنیا با بعد از به اصطلاح فلسفه داروین، وقت گفتن خب حالا ماده متحرک هم هست، متحول هم هست، ولی به همینطور تعبیر ماده در طول تاریخ پیشرفت کرده و جلوتر اومده، ولی هیچ کس دقیقا یک تعریف مشخصی از ماده نتونسته بده. همینطور هم در مورد روح، خدا و کلیه مباحث ابسترکت و انتزاعی. در مورد موارد انتزاعی خیلی چیزا رو میتونیم مطرح کنیم، یعنی اینکه مثلا خیلی از مسائلی که تحت عنوان خرافات مطرح میشه رو باز هم میتونیم براش یه شواهدی قائل بشیم که اون شواهد هم شواهد مادی است اما هیچ ارتباطی لزوما این به اون میتونه نداشته باشه. کما اینکه الان خیلی از این عوارضی که برشمردن میتونیم هم فکر کنیم نیست، از یه چیز دیگری است. چه جوری میشه قبول کرد که چیزی به نام روح وجود داره؟ اثبات روح به چه شکلی از دید شما؟ اثبات آزمایشگاهی کسانی که تلاش کردن، تلاشاشون بسیار خنددار بود. مثلا در اواخر قرن 18 هم یک جسدی رو، جسمی رو که در حال مردن بود، این رو توی یک صندوق شیشه‌ای گذاشتن بر روی یک ترازو که ببینن وقتی که اون میمیره آیا وزن سبک میشه یا نه. منظورم این هست که شما از وسایل مادی نمیتونین استفاده بکنید، همونطور که جناب دکتر هم فرمودند از وسایل مادی برای اون نمیشه استفاده کرد، بلکه از عوارضش هست و این شواهد باید تجربی باشه و غیر از شواهد تجربی نمیتونه باشه. استدلال میخوام نه استقرا. بله، کاش چنین راهی وجود داشت، ولی جز راه شواهد ما روش دیگه‌ای رو نمیتونیم پیش بگیریم. یکی از روش‌هایی که در آثار بهایی من دیدم خدمتتون عرض می‌کنم، این در صحبتی است بین حضرت عبدالبها و آگوست فورل، دانشمند سوئدی، که ایشون آمد و گفت من می‌خواهم درباره اثبات خدا چیزی بدانم و گفت که به عقیده من خدا همین طبیعت است. و حضرت عبدالبها فرمودند بسیار خوب، فرض کنیم خدا همین طبیعت است، حالا شما بیایید به اجزای این طبیعت نگاه کنید. کره زمین با یک هندسه بسیار منظم در دور خورشید میگرده بدون کوچکترین انحرافی. به همه کهکشان ها نگاه کنید و اصولا تمام این عالم مادی همش تابع قوانین متعددی که امروز ما به اونها قوانین فیزیک و شیمی و مکانیک و غیره اسمشون رو میگذاریم، همه تابع این قوانین هستند و به اندازه سر سوزنی از اون قوانین جدا نمیشند. بعد حضرت عبدالبها میفرمایند و اما این طبیعتی که به اندازه سر سوزنی درش اختیار نیست، چگونه موجودی رو خلق کرده به نام انسان که دارای اختیار است؟ و میبینیم که آگوست فورل بلافاصله این بیان رو میپذیره و چون میدونست که خودش دارای اختیار هست، یعنی ایشون تصمیم گرفته بود اون روز بلند شه به دیدن حضرت عبدالبها بیاد. منظورم این هست که ما از روی تعدادی از شواهد میتونیم به اینجور چیزها
بحث‌های انتزاعی بپردازیم، ولی نه بحث‌های آزمایشگاهی. از یک دید دیگه هم میشه وارد این مطلب شد و اون یک دید کاملا عرفانی و مادی است. مثلا ما میگوییم که تمام این عالم هستی که ما میشناسیم به دلیل قوه جاذبه ذرات به دور همدیگه جمع شدن و در نتیجه این عالم مادی رو که ما میبینیم وجود داره. حالا اگر این قوه جاذبه نبود، این ذرات دلیلی نداشت که به هم مجتمع بشن و چیزهای مختلفی رو بسازن، من جمله حتی جسم ما. این جاذبه در دنیای عرفان بهش عشق میگیم. پس از یک دید میتونیم بگیم علت خلقت مادی، یعنی عالم مادی، بر مبنای عشق خلق شده و عشق هم همون جاذبه است. حالا شما این رو بیاین توسعهش بدید به روح یا روان انسانی. به روان انسانی اگر توسعهش بدیم، باز در آثار بهایی و در آثار عرفای بزرگمون در گذشته میخونیم که خداوند روح انسان یا اصولا انسان رو برای عشق خودش خلق کرده. خب و بعد میبینیم که این تعبیر رو ما در یک دین داریم میبینیم و بعد به معنی خود دین توجه میکنیم. در این دوره حضرت عبدالبها دین رو به یک صورت بسیار زیبا ولی ساده تعبیر کردن که من بلافاصله معنیش رو در رابطه با عشق خدمتتون میگم. میفرمایند که دین روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء است که جناب دکتر ثابت هم بهش اشاره کردن. این عشق باید روابط ضروریه‌ای باشه که منبعث از حقایق اشیاء است. حقایق اشیاء حقیقتشون رو مدیون عشق هستند. پس دین که میشه روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء، دین خودش میشه چی؟ میشه انگیزه این عشق. پس به عبارت دیگه جز عشق ما راهی دیگه برای فهم عرفانی یا فهم غیر مادی این نوع مطلب، چه دین باشه و چه روح انسانی باشه، نداریم. چرا؟ که دین که به معنی روابط ضروری است، در این دوره ما تازه عقلمون به اینجا رسیده که با دید عرفان بهایی بپذیریم که این روابط ضروری عشقه. عرض کردم خدمتتون هم از جنبه مادی هم از جنبه روحانیش. پس اگر دین عشق باشه، خود این دین هست که داره به ما میگه از راه عشق شما میتونید این رو پی ببرید. حالا چرا خداوند قادری که این همه هستی رو خلق کرده اومده این روح رو خلق کرده؟ خود او در آثار بهایی به ما میگه که این رو من از روی عشقم و به خاطر عشقم خلق کردم و این تنها چیزی است که نزدیکترین چیزی است که من میتونم اون رو در رابطه با بیانات عرفای بزرگ تاریخ گذشتمون هم بیارمش. تنها اختلافی که من در اینجا میبینم این هست که عرفای ما بسیاری از اونها در رابطه با روح فرض کردن که قدیم است. در آیین بهایی ما میگوییم که روح قدیم نیست، حادث است، منتها برای ابد است. اونها میگفتن این روح قدیم است، خلق شده و هدفش دوباره بازگشته به اون عالمی است که اومده به اون میگفتن وطن اصلی الهی. در مقدمه نینامه مثنوی معنوی ما میخونیم بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. پس قصدش این هست که برگرده. در عرفان بهایی هم دقیقا همینطور هست، با یک تفاوت که اونها فرض میکردند دنیا معمولا دو عالم بیشتر نیست، یا عالم مادی است یا عالم مینوی است. ما در بین اینها یک عالم امر رو هم قرار میدیم و بعد عالم مینوی برای اونها آخر خط بود، کما اینکه بهشت یا جهنم و همه اینها که حتما راجع به صحبت خواهیم کرد در برداشت های دینی سابق یک محل بود، مثل ترمینال آخر خط. در برداشت بهایی عالم مینوی یک عالم نیست، عوالم لایتناهی است، عالم های بدون حد است که این روح انسانی، روان انسانی که خلق شده در این عالم تربیت پیدا میکنه. در این عوالم روحانی قدم به قدم از عالمی به عالم بعد کسب مراتب میکنه و نزدیکتر و نزدیکتر به سوی اون مبدعی میره که او رو خلق کرده. یه مثال جالبی زدید شما،
فرمودن آیه بیات که جاذبه در عالم ماده، در عالم مینوی، در عالم معنا تعبیر ازش اسم شده. همین جاذبه، کهربا، آیا اینا امور مادی است یا معنوی؟ ببینین این یه بحث خیلی جالبیه، خیلی هم سوال خوبی هست. حالا من واقعا نمیدونم که در این فرصت ما میتونیم به اون بپردازیم. نه فرصتمون هم خیلی کمه. ولی ببینین حضرت عبدالبها یه بیانی دارن در مفاوضات، میفرمان که نفس طبیعت حقیقت معقوله است، و در همون بخش اول که این به نظر من خیلی روش میشه کار کرد و نباید زیاد رفت به سمت جنبه اسپریچوالیتیزیشن، یعنی اسپریچوالیزم، و بخوایم بر اساس اون پدیده های عالم رو توضیح بدیم. نباید هم زیاد تقلیلگرا شد و پدیده های عالم رو همه رو به پدیده های مادی نسبت داد. ولی یک حقیقت هست که پدیده های مثل کهربا، پدیده های مثل نور، در حقیقت تعاریفی دارن که میتونیم به زبانی بگیم معلق بین ماده و روح. و این نکته ایست که اتفاقا هم علما بهش رسیدن کم و بیش، و هم فلاسفه به این مطلب اشاره کردن. افلاطون معتقد بود که برای هر پدیده در این عالم یک نمونه، یک سمبل ایدئالش در ماورای این عالم هست، و اون چه که ما در اینجا میبینیم همش پدیده ها، همه سمبل ها و نماد هاست. و همونطور که اشاره هم کردیم در فیزیک جدید و اینها کم و بیش به همچین مطالبی برخورد کردن، بخصوص در مثلا در تعریف نور، در نوعی که نور رو توجیه شده، و همینطور نقشی که مشاهدگر، نقش ذهن، نقش تفکر در قالب دادن به برداشت هایی که ما از تجربه مادی داریم، اینها خیلی مطلب مهمی بوده. یه نکته دیگه هم که شما در ارتباط با دلیل روح پرسیدین، اصولاً نفس این که انسان موجودی تأثیرگذاره، نفس تأثیرگذاری شاهدیه بر وجود روح. نفس این که ما هنوز تأثیرات ارواح رو در این عالم میبینیم، ما میراث فرهنگی داریم، درست؟ و اون چه که در حقیقت به ما شکل میده، به فرهنگ ما، به تمدن ما، به زیبایی شناسی ما، به ارزش‌های ما، اونها همه میراث فرهنگی ماست. و این میراث فرهنگی از کجا رسیده؟ از دیگران، از نسلی به نسل بعد منتقل شده. یعنی این تأثیراتی بوده که ارواحی در این عالم گذاشتن و رفتن، و این تأثیرات بوده که میراث فرهنگی ما رو پایه‌گذاری کرده. فکر میکنید در 15 دقیقه آینده بریم تکلیف بهشت و جهنم رو هم روشن کنیم؟ شما با راه‌های تماس ما آشنا بشید تا برگردیم به تکلیف بهشت و جهنم بپردازیم در قسمت بعد. بینندگان عزیز، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. راه‌های تماس با بازتاب، ایمیل bazhtab@bahaiview.org و تلفن 201-202-747-3700. همچنین در صفحه فیسبوک بازتاب می توانید جز ابراز نظر از آرشیو برنامه هم استفاده کنید. وبسایت تلویزیون آیین بهائی www.bahaiview.org. خب قرار شد ببینیم که تکلیف بهشت و دوزخ رو هم تو این فرصتی که داریم مشخص بکنیم. دیدگاه دیانت بهائی در مورد بهشت و دوزخ چیه؟ چه تفاوتی داره با دیدگاه هایی که تا حالا مطرح شده؟ در دیدگاه های گذشته فرض بر این بوده که این عالم مادی وجود داره، انسان میاد چند روزی در این زندگی میکنه و بعد برای دریافت پاداشش، پاداش اخرویش، در عالم بعد خواهد بود، و اون عالم بعد هم آخر خط هست، یعنی یا به صورت جسمی یا به صورت روحی، چون اختلاف هست بین گروه های مختلف مذهبی. این اگر جسمی باشه به عالم بعد میره و اون رودهای روان عسل و شیر و شراب طهورا و غیره وجود داره، یا اینکه اینها برای روح هست. ولی معمولا فرض بر اینه که اجسام دوباره از زیر خاک در میان، به خودشون گوشت و
و پوست میگیرن و بعد در اون یا بهشت یا جهنم بر مبنای اینکه در روز داوری چه تصمیمی براشون گرفته باشه قرار میگیرن. اگر به جهنم رفتن برای ابد در حال سوختن هستند، اگر به بهشت رفتن برای ابد در حال بهره بردن از مواهب بهشت هستند. و خب این برداشت خیلی متفاوت هست با برداشت بهایی. یکی این که در باور بهایی به طور کامل عالم بعد عالمی است مینوی روحانی، و بعد این که عالم بعد آخر خط نیست، بلکه یکی از عوالم لایتناهی است که بشر در طول تمام این مراحل قدم به قدم در هر عالمی از ویژگی هایی که در اون عالم میتونه کسب بکنه کسب میکنه، تا روح انسان مرتب در حال پرورش و پالایش است در راه رسیدن به حق. و بعد اینکه انسان روح انسانی از این عالم فقط اون جنبه های مثبتی رو که کسب کرده میبره، چیز منفی با خودش نمیبره. بنابراین باور به ارواح خبیثه و امثال اون در آیین بهایی نیست، باور به اینکه این ارواح از اون عالم برگردن اینجا مثل هالووین وجود نداره. اگر ارواح تأثیراتی در این عالم دارن، تأثیرات مثبتی است که مخترعین، دانشمندان، فلاسفه، موسیقیدان ها، نقاش ها و انسان های مختلف، شعرا رو اینها رو الهام بهشون میبخشن در خلق کردن آثار زیباتر، و ورای اون نیست. در آیین بهایی انسان هر کاری رو در این عالم میکنه برای رضایت حق و خوشنودی حق انجام میده. هر کس با توشه متفاوتی از این اکتسابات به اون عالم دیگه میره. در نتیجه در آیین بهایی عالم دیگه امریست روانی برای کسانی که به عالم بعد میرن و آگاه میشن از همه چیزهایی که میتونستن انجام بدن و انجام ندادند، یا از خطاهایی که مرتکب شدند. و بهشت به معنی رضایت و خوشنودی روح انسانی است که درک میکنه کارهایی رو که باید انجام میداده انجام داده، چیزهایی رو که باید کسب میکرده کسب کرده. اون ترس و وحشت که در گذشته انسان کارهای خوب یا بد رو به اون دلایل انجام میداد بالکل برداشته شده، تبدیل شده به عشق حق. چرا که حضرت بهاءالله به بهایان میفرمایند اعملوا حدودی حبا لجمالی، یعنی فرامین من رو فقط و فقط برای عشق من انجام دهید. یعنی انگیزه یک بهایی برای انجام کار نیکو در این عالم فقط و فقط رضایت حق است. در نتیجه روحانی است، جسمانی نیست، نیازی به رفتن جسم نیست، اونجا آخر خط نیست، بلکه این توالی داره ادامه پیدا میکنه و در صورت ابد روح انسانی نزدیکتر و نزدیکتر به طرف حق داره میره و هیچ کسی نیست که به اون طرف نره، فقط با کولبارهای مختلف کمتر یا بیشتر. من هنوز توی این ماجرا متوجه نشدم که آیا بهشت یعنی رضایت الهی، یا اینکه با چیزی به اسم بهشت و جهنم اصلا نداریم و قرار است این سیر ما همینجوری بریم در عوالم مختلف تجربیات مختلف داشته باشیم. اگر لفظ تجربه برای عوالم معنوی مفهوم داشته باشه، چون بلد نیستیم چیز دیگه بگیم از اون استفاده میکنم، و قرار همینجوری ادامه پیدا کنه. بله، ببینید بهشت و جهنم همطور که اشاره فرمودن یک مفهوم روحانی از دیدگاه آیین بهایی، که البته کسب رضایت حق هم بخشی از این تصویره، بخشی از این تصویر منسجمه، که یعنی وقتی بهشت رو به این معنا تعبیر شده که انسان هرچه در سیر روحانی، در سیر تعالی روحانی و اخلاقی بکوشه، طبیعتاً به مراحل بالاتری از ترقی روح میرسه و در اون حالت هم روح سیر بالاتری کرده و هم رضایت روحانی و رضایت الهی رو کسب کرده. لذا این دوتا از هم جدا نیستند، در حقیقت هم همگام با هم هستند. یعنی این نسبیت عالم ماده همچنان ادامه داره؟ بله، این ادامه داره و حتی در این عالم هم، یعنی در حقیقت مفاهیم بهشت و دوزخ در همین عالم هم معنا داره از دیدگاه عالم بهایی. اصولا شناخت حقیقت و کسب مراحل روحانی و اخلاقی و انسان بودن و خدمت کردن و انسان خودش رو فدای عالم بشریت بکنه و تمام اینها اعمالی است که در حقیقت انسان رو هم در این عالم در بهشت قرار میده. بهشت انسان هم در این عالم کسب حقیقته. آیا یعنی کسی که در مرحله بالاتری از فداکاری و
مراحل اخلاقی هست، طبیعتا این در یک مرحله بالاتری از فرد دیگری هست که غرق در عالم ماده است. و فاصله بین این دوتا در حقیقت فاصله بین بهشت و جهنمه. خب به تعبیر محور این عالمه و بهشت و جهنم هم در این عالم و هم در ارتباط با این عالم معنا داره، به اعتباری اون تئوری جهان‌های موازی با این انطباق داره. آقای بیان، بله میتونیم به اون هم بگیم. فقط یه نکته دیگه در این رابطه اضافه کنم اگر خاطرتون باشه، عرض کردم که مهمترین ویژگی انسانی اختیاره، چون عالم طبیعت اختیار نداره هیچ موجودی. این اختیار در این عالم علت خلقش این هست که عرض کردم خداوند ما رو از روی عشقش خلق کرده و عشق و اختیار با هم توامند. شما عشق و اجبار نمیتونید داشته باشید. تمام کارهایی که بشر داره میکنه، یعنی تاریخ بشر نمایانگر طغیان بشر هست به دلیل اختیاری که داره از اون راهی که خداوند همیشه بهش عرضه کرده. حالا این اختیار یکی از ویژگی‌های روح انسانی است که با روح انسانی در تمام مراحل سیرش به سوی حق ادامه خواهد داشت. یعنی در هر یک از این عالم‌ها ما این اختیار رو داریم که طغیان کنیم، در اختیار رو داریم که سریع‌تر به سوی او بریم، اراده او و رضایت او رو بیشتر خواهان باشیم، کسب مدارج بالاتر بکنیم یا نکنیم. در نتیجه اختیار یکی از ویژگی‌های هر روح هست که در مراحل مختلف داره. ببخشید، همینجا که طغیان رو اشاره کردید، آیا این ایدئولوژی که در تناسخ مطرح میشه، اگر این طغیان صورت بگیره توی فلسفه دیانت باهایی، برگشت به عوالم مادون معنا داره؟ نخیر، فقط رشد انسان رو یا حرکت انسان رو به سوی اون تکاملی که هدف از خلقتش بوده کند میکنه. و اما اشاره به عوالم موازی فرمودید، در این رابطه من فقط آگاهی از یکی از بیانات حضرت عبدالبها دارم که درباره عالمهایی که به صورت کره هایی هستن که این کره ها همشون یک مرکز دارن از دید دیگه، یعنی به جای اینکه دو بعدی باشه، بیان حضرت عبدالبها سه بعدی است. ایشون میفرمایند که شما در یک باغی وایستادین و به یک کوپه خاک که در روی اون گل سرخی سبز کرده و بلبلی بر اون نشسته دارید نگاه میکنید. میفرمایند که خاک هیچ نوع آگاهی از اون گل سرخ نداره که این گل سرخ چه ویژگی های خاصی داره. شاید آگاهی در حد بسیار کمی از این که یک مقدار از مواد از خاک کشیده داره میشه و آب به طرف این بوته. و بعد بلبلی که اونجا نشسته، این بلبل آگاهی فراوان نسبت به گل سرخ داره و گل هم درباره خاک آگاهی داره، ولی به عکس این نیست. و ما که وایستادیم و این صحنه زیبا رو داریم نگاه میکنیم، هم درباره بلبل آگاهی کامل داریم، هم درباره گل سرخ، هم درباره خاک، ولی هیچ یک از اونها درباره ما این آگاهی رو ندارن. و بعد حضرت عبدالبها از این تمثیل، این البته تمثیله، میفرمایند که در این تمثیل هر یک از عوالم مادون، عوالم پایین تر، آگاهیش نسبت به عالم بالا بسیار کمتره. عالم روح هم یکی از این عوالمی است که این عالم رو در خودش گرفته، این عالم مادی، یعنی جای دیگه ای نیست وقتی ما داریم راجع به روح صحبت میکنیم، چون چیزیست مینوی، چیزیست معنوی، جا و مکان نداره، ولی آگاه هست بر اون چه که در این عالم میگذره، در حالی که در ما وسائل شناخت عالم مافوق قرار داده نشده، آگاهی ما بسیار کمه. در نتیجه میبینید که امروز هم من و هم جناب دکتر از تمثیل و تجربه و انواع و اقسام راه ها استفاده کردیم که به سوال های سخت شما پاسخ بگوییم. من یه سوال سخت دیگه بپرسم های ثابت از شما و برنامه رو تمامش بکنیم، هرچند که سوالات بسیاره. چه تضمینی وجود داره یا چجوری میتونم این اعتماد رو داشته باشم؟ ما خیلی از مطالبی که الان مطرح کردیم و خیلی راحت بهش میگیم خرافاته، طرح بهشت و دوزخ، طرح مربوط به مثلا شکل روح، تصوراتی که مردم از روح داشتن، خیلی از اینها رو در اعتقادات قبل آمده و بیان شده. حالا بنا به فهم بشر، بنا به ظرفیت بشر، از جایی خاصی نیامده، از همون ادیان، از همون ریشه های فکری و اعتقادی ما خیلی وقتا نشأت گرفته. تعبیراتی که الان شما در مورد بهشت و دوزخ فرمودید، الان ما میگیم اینا خرافات. همه اون تعابیری که ما الان مطرح کردیم در مورد عوالم لانهایه، در مورد روح بشر، روح انسان، تفاوتی که با ارواح دیگه داره، شاید اینها هم الان در حد فکر ماست و
در یک آینده عنوان بشه که اینها هم خرافات. آیا یه همچین مسیری رو متعیم میکنیم؟ ممکنه، ولی اون چی که من درک میکنم از بخصوص از تعالیم و آثار و دیدگاه ها و جهانبینی بهایی این است که تعابیری که در آثار بهایی از مسئله روح شده و مفاهیمی که در مورد روح و بقای روح مطرح شده از یک اصالت و از یک جامعیت و از یک ابتکار خاصی برخورداره که من کمتر در آثار دیگه دیدم. شاید ناشی از کمبود مطالعه و تجربه من باشه، ولی دیدگاه بهایی دیدگاهی است که در مورد روح در حقیقت سه بعد اساسی تفکر انسان رو یا سه بعد اساسی تفکر تمدنی انسان رو کنار هم قرار میده. یعنی یک از یه زاویه به دیدگاه فلسفی نگاه میکنه، یعنی تعاریف و مفاهیم روح در آیین بهایی دیدگاهی است که کم و بیش در برخی از آثار فلسفی مطرح شده. از یه زاویه دیگه دیدگاه بهایی نگاهی به علم و تحولات علمی معاصر داره. شما وقتی مفاوضات عبدالبها رو مطالعه میکنین ببینین فصول متعدد در ارتباط با روح در بحث نشو و ارتقاء انسان مطرح شده، یعنی در حقیقت همین مسئله تکامل طبیعی. و دیدگاهی که دیدگاه حضرت عبدالبها از مسئله روح منهای این جنبه فردی که همیشه در ادیان گذشته بهش مطرح شده به یک دیدگاه تحول عام نوع انسان هم نگاه میکنه و از اون زاویه سعی میکنه روح رو تفسیر کنه، روح رو تعبیر بکنه. یعنی در حقیقت در قالب تکامل طبیعی مفهوم روح رو وارد قضیه میکنه که این کمتر شده در آثار دیگه. یعنی ما و اون به چیزی تحت عنوان قیام ظهوری میشه اسمشو گذاشت، چیزی که کم و بیش در مطالعات علمی معاصر تحت عنوان emergence or emerging reality مورد بحث قرار گرفته. و بالاخره یه دیدگاه دیگه‌ش هم دیدگاه سنتی مذهبیه، یعنی از یه دیدگاه دینی و الهی و روحانی به مطلب نگاه میکنه. پس فلسفی، دینی و روحانی رو در کنار هم قرار میده، ضمن این که یک اصل اساسی رو در اون پایه قرار میده در هر سه زمینه و اون حرکت کمالی وجوده. یعنی هم دیدگاه فلسفی، هم دیدگاه علمی و هم دیدگاه روحانی تابع حرکت عالم هستی هستن، هیچ کدوم را به صورت ثابت نمیتونیم تعریف بکنیم. بر همین اساسی که اصولا این سیر ترقی مظاهر الهی و اینکه هیچ پیامبری پیامبر آخر نیست و این روند ادامه داره به خاطر اینکه سیر ترقی روحانی انسان هیچ وقت انتها نداره، اینها با هم پیوند میخوره. یعنی هیچ تعبیری هم تعبیر آخر نیست، با بلوغ و پیشرفت انسان تکامل پیدا میکنه. دقیقاً یک بحث تکاملی، یک بحثی است که به جنبه‌های حرکت پایه اساسی این تفکر رو تشکیل میده، ضمن اینکه هم نگاهی به فلسفه داره، هم نگاهی به علم، هم نگاهی به دین. امیدوارم که صحبت‌هایی که ما تا این لحظه در این دو برنامه داشتیم کمک کرده باشه تا ابعادی رو از دیدگاه دیانت بهائی در مورد روح و عوالم دیگه به شما معرفی کرده باشه و البته انگیزه شده باشه برای مطالعه و بررسی بیشتر. تا برنامه آینده و موضوعی دیگه، خدا نگهدار.